اگر از بنده بپرسید راه اصلی رسیدن به یک وحدت اسلامی در امت محمد علیه السلام و سلام چی هست میگم همون چیزی که قرآن به ما گفته چنگ زدن به ریسمان الهی که قرآن کریم هست و زدودن اختلافاتی که میون مسلمون هاست به وسیله این وزنه سنگین وحی که قرآن کریم باشه قبلش ما بریم سراغ لایو اینستاگرام و لایو اینستاگرام هم برای شما شروع کنیم که دوستان از طریق اینستاگرام هم بتونن با ما در ارتباط باشن و زیرنویس میشه پیجی که میتونید صف... از صفحه اینستاگرام بنده لایو رو به صورت رایگان دنبال کنید اگر سخت هست براتون از طریق تلویزیون دیدن یا خواستید برید بیرون یا از گوشی تلفن مشاهده کنید موضوع برنامه امروز این هست که توهمی وجود داره به اسم امامت ما اگر یک سنی باشیم یا یک شیعه باشیم تفاوتی برای ما نباید داشته باشه برای اینکه بخوایم دینمون رو از قرآن باز بگیریم پروردگار متعال می‌فرماید یا ای الذین آمنو آمنو ای کسانی که ایمان آوردید ایمان بیارید یعنی ایمانتون رو تجدید کنید یعنی اون چیزی که از پدر و مادرتون بهتون به ارث رسیده بهتون گفته شده الزاما اون راه صحیحی نیست که تا آخر عمر شما بر اساس اون جلو برید و حتما اون راه درستی باشه و هر چیزی که بهتون گفته شد بذارید بر معیار صحبت‌های گذشتگانتون و پدر و مادرتون و این رو نکوهیده قرآن کریم ما اگر بخوایم به یه وحدت اسلامی میونه مسلمان‌ها برسیم هیچ راهی نداریم جز اینکه قرآن رو بذاریم وسط و سنت پیامبر رو بگیم هر اختلافی که داریم با این رفع بکنیم به این نتیجه برسیم که قرآن کلام وحی کتاب آسمانی چیزی که دست نخورده باقی خواهد ماند اصل دین اساس دین باید درش وجود داشته باشه و این اصل و اساس دین در کتاب قرآن باید به صورت واضح به ما گفته شده باشه و رسول الله علیه و السلام این رو تبیین کرده باشه برای ما شرح داده باشه برای ما کتاب قرآن اصل و اساس رو به ما میگه و رسول الله علیه و سلام شیوه عملی انجام دادن اون رو قرآن میگه نماز بخوانید رسول الله میگه اینگونه نماز بخوانید قرآن میگه زکات بدید رسول الله میگه اینقدر به این شکل زکات بدید قرآن کریم میفرمایند حج به جا بیارید رسول الله علیه و سلام توضیح میده که به این شکل به این روش خود و مناسک کن مناسک حجتون رو از من بگیرید و اینطوری اگر ما اگر هر مسلمانی به این نتیجه برسه که اون چیزی که پدر و مادرش رو مستقیما بهش گفتن اونو به چالش بکشه چا به چالش کشیدن اون چیزی که پدر و مادر بهش گفتن به وسیله آیات قرآن و به وسیله احادیث رسول الله علیه و سلم اون چیزی هست که ما رو به دین صاف و ساده بدون غلغش و بدون اضافاتی که شاید در گذر زمان بهش اضافه شده میرسونه.